سلام و وقت بخیر به همه شما دوستان و عزیزانی که در این لحظه با ما همراه هستید. حبیب تنها یک قهرمان انسان دوست دنیای ورزش نبود. راه و رسم مردمی او که میراثی از سنت جوانمردی و مردم دوستی امثال جهان پهلوان تختی بود، از او قهرمانی فروتن، صمیمی و فداکار ساخته بود. با همین روحیه بود که حبیب قهرمان پس از عبور پیروز و سرفراز از میدانهای ورزشی از پله‌های افتخار و شرف خلق بالا رفت و در اوج برای آزادی مردم ایران بر بالاترین قله شرف و افتخار ورزشکاران ملی ایران جاودانه شد. اینک زیباترین صدا در میهن من آواز مغرور مردانی است بی‌شکست که از دروازه مرگ می‌گذرند، مردانی که پیش از مرگ آینده را زیستند. حالا بهتاش فریبازنده گل، گل مساوی صاحب توپ سانت میکنه، اون جفته روی سره فداکار نمی‌رسه و بلافاصله شوت توی دروازه، توی دروازه، یه گل بی‌امانه دیگه برای ایران. حبیب خبیری از پشت خط 18 قدم شوت سنگین و سرکش تو دروازه کویت رو می‌درزونه و ایران 2-1 در مرز کویت جلو میفته. ببینید چه خبر میشه. بله، با درود به این رادمرد مجاهد که ایستاده زیستن رو برگزید. با نظرات شما درباره این قهرمان همراه میشیم. کاربر اول ما حبیب رو مظهر والای سرخم قدغن دونسته و مینویسه یک تصویر ماندگار از سرخم قدغن مجاهد قهرمان حبیب خبیری. کاربر بعدی به اقدام شجاعانه حبیب در بالا نبردن عکس خمینی ملعون، اون هم با پیراهن تیم ملی و در حضور 100,000 تماشاگر اشاره میکنه و می نویسه عکسی تاریخی از حبیب خبیری، برای همین اعدامش کردن، برای همین سنگ قبرش رو میشکنن. بله، کاپیتان تیم ملی ایران سال 59 و عضو تیم همای تهران، مجاهدی جسور و جنگنده. کاربر دیگه ایستادگی حبیب با وجود نام و اعتباری که داشت رو بیان کرده و می نویسه سلام و درود بر روح پرفتوحت که ایستادگی و پایداریت در تاریخ ورزش ایران زمین الگویی برای ورزشکارانی شد که در برابر رژیم ضد بشری راحت رو ادامه دادن. روحت شاد و یادت گرامی باد حبیب خبیری قهرمان. کاربر بعدی برخورد متواضعانه حبیب رو به یاد آورده و با اشاره به شرایط زندان اوین در آن روزها می نویسه هر کس که 2 ساعت کارش به اوین افتاده باشه می داند حبیب خبیری عجب انسان شریفی بود. یک بار من اتفاقی در ورودی ورزشگاه آزادی با او رو در رو شدم و از این اتفاق خیلی خوشحال بودم. رو کردم به او و گفتم سلام حبیب آقا. در جواب من با محبت تمام ایستاد و گفت نوکرتم داداش. و من از آن روز عاشقش بودم. و کاربر دیگه‌ای حبیب و کسانی مثل اون رو که با تلاش بسیار تونستن به قلل رفیع انسانیت برسند رو یادآوری میکنه و مینویسه حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی ایران که در مبارزه علیه آخوندها جون خودش رو فدای آزادی ایران زمین کرد، نمونه بی‌نظیری از شجاعت و ایثار اونها بود که با تلاش و تمرینات بی‌وقفه توانستند به بلنداهایی دست یابند که تنها برای خودشان نبوده و بلکه برای وطنشان و افتخار آن بوده است. اومد به حبیب گفته بود لاجوردی یکی از بچه های زندانی برای من میگفت که بگو که تو خونه های تیمی چی بود. گفت من هیچ چیزی تو خونه های تیمی که خود من بودم تو خونه ای که بودم
کوچکترین تخلف یا رفتار بدی از همه احترام همدیگر رو داشتن. اصلا همچین چیزی نیستش. هیچ چیزی بچه ها ندیده بودن که حبیب اظهار ندامت بکنه یا حرف چیزی. حتی همین که میگم خیلی مردانه ایستاده بود و بازم نقل میکنن که موقعی که حبیب رو بعد صحبتاش میبرن، یکی از خواهرها بهش میگه حبیب مردانه بمیر، و حبیب قبل از اونم مردانه زیست. بله دوستان، کاپیتان حبیب خبیری بعد از یک سال شکنجه مداوم، درفش قهرمانی ستارگان ورزش ایران رو در سال 63 بر فراز تپه‌های خونالود اوین بار دیگر به اهتزاز در آورد و ستاره‌ای درخشان شد. نام و یادش برای ملت ایران همیشه قرین افتخار و سربلندی است. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.